در احمر شهره سوغات جهان، فصل پاییزم نمودی نوبهار ای زعفران. الهی به امید تو محصولی که این روزها سبد سبد از این خاک حاصل خیز و با سخاوت برداشت می شود. یک ساله داریم لحظه شماری می کنیم برای چنین روزی، روز برداشت. نتیجه انتظار و تلاش و ایده‌ای که تلاش و کار 20 روزه در طی یک سال برای برداشت این محصول ارزشمند. استان اصفهان در کشت زعفران دارای رتبه چهارم کشوری هست بعد از خراسان‌های سگانه. تولیدی استراتژیک و کم آبخور که با تغییر الگوی کشت مرزهای تولید را جابجا کردند. در سال 6 بار آبیاری بیشتر نمیخواد. برای کشاورز همین بهتره که مثلا گیاه زعفران رو بکاره. در شرق اصفهان مشغول کشاورزی هستم، سیفیجات میکاشتم. با توجه به نبودن آب مجبور شدیم کشتمون عوض کنیم، زعفران بکاریم. یکی از مناطقی که بیشتر دچار کم آبی شده و خشکسالی به شدت روش احاطه پیدا کرده منطقه شرق اصفهان هست. لازم بود که این توسعه کشت زعفران انجام بشه. 100 هکتار از مزارع شرق اصفهان زیر کشت زعفران رفته و هر هکتار حداقل 280 نفر اشتغال زایی میتونه ایجاد بکنه در طول سال. خانم جعفری زعفرانکار نمونه استان است که از ثمره این زمینه با سخاوت بهره گرفته. تو 78 هکتاری که زیر کشت زعفران بردم بیش از 3000 نفر اشتغال زایی فصلی انجام دادن. زمینی بوده که به خاطر رسیدگی برداشت زعفرانم بیش از 15 تا 17 کیلو در هکتار بوده. زمینی هم داشتم که برداشت زعفرانم 3 کیلو در هکتار بوده. اما نباید گذاشت شهد شیرین این طلای سرخ به کام دیگران شود. زعفران ما پله از کشور خارج میشه. برای اینکه جلو این ضرر را بگیریم، برنسب کردیم سیب سلامت، بسته‌بندی‌های شکیل، این قدمایی که ما برداشتیم کمک کرده که ما الان زعفران را میبریم اروپا به امید خدا. ایران تامین کننده 95% زعفران دنیاست و رتبه اول داره. استفاده از بخش های مختلف گیاه زعفران هم باعث اقتصادی شدن این محصول با ارزش شده. خام زعفران ما برای گرفتن عطر زعفران میفرستیم فرانسه. پرچم زعفرانه به عنوان ادویه استفاده میشه. 5000 بهره بردار اصفهانی و 300000 نیروی کار امرار معاششان از برداشت این طلای سرخ است. حالا که دو سه سال یک کشت زعفران در استان اصفهان رونق چشمگیری داشته، اعطای تسهیلات دولتی برای کشت بیشتر و احداث کارخانه بسته‌بندی میتونه آینده روشنی رو برای طلای سرخ اصفهان رقم بزنه.